یک روز پس از پخش خبر ربوده شدن دختر سفیر افغانستان در پاکستان و آزادی وی پس از چند ساعت، اینجا در کابل اعتراض در برابر سفارت پاکستان برپا شده است. در اتر یک حالت بالای یک دختر افغان تشدد کردن خودش یک ظلم است. ما خواهان همی هستیم که دولت افغانستان باید این قضیه را پرسان کنه. دا چې په اسلام آباد کې د ټولو ډیپلوماټانو خوندیتوب ساتل شوی دی، د غوی د کورنۍ خوندیتوب ساتل شوی دی، حتی ورته کیمرې نصب شوی دی. ولې د افغانستان سفارت سفیر او دغه کورنۍ خوندي نه ده؟ سخنگوی کل نیروهای امنیتی افغانستان این رویداد را برخواسته از ضعف نهادهای امنیتی پاکستان میداند. اونا نه تنها در قبال افغانستان بلکه در قبال تمام جهان مسئولیت دارن که یه پاسخ بتن که چرا در مقابل از این موضوع وان توان بودن. و روز شنبه نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان در صفحه توییترش نوشت که سلسله علی خیل دختر وی به روز جمعه در اسلام آباد برای ساعتی ربوده شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. وزارت امور خارجه افغانستان نیز اعلام داشت که در پیوند با این قضیه سفیر پاکستان در افغانستان را احضار کرده و خواستار شناسایی عاملان این رویداد شده است. ساعت بعدتر هم رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که عمران خان نخست وزیر پاکستان به وزیر داخله آن کشور 48 ساعت مهلت داده تا عاملان ربودن و شکنجه سلسله علی خیل را پیدا و بازداشت کنند. با حریم سفارت ما در گذشته ها تجاوز کرده بودن یا ای که قنصل ما را در مسیر پشاور اختطاف کردن. ټول افغان ولس په دې باندې خفه ده او اندېښمن ده چې ولې دومره بې‌شرمانه حرکتونه چې د پاکستان استخباراتي کړې په داخل د افغانستان کې، حتی زمونږ دیپلوماتانو ته په پاکستان کې صدمه رسوي. بر بنیاد گزارش ها سلسله علی خیل انگامی ربوده شد که از خریداری در یک از بازارهای اسلام آباد برمیگشت. گفته می شود دو تن با یک موتر تاکسی دختر سفیر افغانستان را ربودند و وی که بیهوش شده بود، ساعت بعد وقتی چشم باز کرد خودش را در بخش دیگر از اسلام آباد تنها و آزاد یافت. پدر این دختر جوان در صفحه توییترش نگاشته که سلسله به علت شکنجه شدن از سوی ربایندگان زیر مراقبت های پزشکی قرار گرفته و اکنون در وضع بهتری به سر می برد.